خشتوختی نایه 11 شهر کابل قرار داره. این سرک روبروی ما طرف سرک قلعه نجارا رفته و این سرک طرف لیسه مریم رفته و این سرک دیگه طرف لاهور رفته و سرکی که پشت سر ما هست طرف 315 رفته و البته مسیر ما امروز طرف لیسه مریم از بازار لیسه مریم. قبل از اینکه ما طرف لیسه مریم بروم دوستان عزیز هدیامی درو سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید با دوستانتان. منتظر انتقاد پیشنهاداتتان هستم دوستان عزیز. یا تانر اگر شما جایی که دوست دارین که اسرا اونجا بره به گزارش تهیه کنه براتون بر ما در کومنت بنویسین، ما به دو دیده حتما میرم. امروز ما باشین، ما میرم در بازار لیسه مریم که در بازار پر جام و جوش لیسه مریم این دفعه چی گپا هست به خاطر که آمد آمد عید قربان است. با ما باشین. خشتوختی آیستا آیستا همی طرف میرم طرف بازار پر ازدحام لیسه مریم. میرم در مسیر را میبینم که کی ها همراه ما میخواه مصاحبه کنه به خاطر بازارا بگویه که عید قربان نزدیک است. امروش گپ بزنیم. همیشه یک دانه لالا خوشم آمد. امروش میخواهیم امروش گپ بزنم که چی گفتنی ها داره. سلام لالا جان، خوب هستی؟ خوب هستی، خیرتی جان، جور شکر بخیر باشی. تشکر، سلامت باشی. میشه خود معرفی کنی؟ اسم رحمت الله باشه. رحمت الله جان، رحمت الله جان، چقدر وقت میشه که در چارای خشتوختی مصروف چبلق فروشی هستی؟ مدت یک ماه. مدت یک ماه میشه. خب مکتب خو میری رحمت الله جان؟ فعلا قرنطین است نی؟ قرنطین است. چند هستی؟ صنف ده. آفرین، نام خدا. خب رحمت الله جان، میشه در مورد چبلقایت بر ما بگویی که قیمت هایش چند است؟ قیمت های مختلف. پرفروشترین چبلق تان کدام است؟ یعنی قیمتش؟ پرفروشترین چبلق من فعلا در ری بازار نزدیک دی قربان است. این چبلق های گلدار است که خود دختر خانم ها و خانم ها زیاد میگیره. دوستای عزیز، رحمت الله جان گفت که پرفروشترین چبلق ها همی چبلق ها است. باش من یک دفعه طرف کنم رحمت الله جان. اینی چبلق ها است که میگه نو آمده در بازار و پرفروشترین چبلق است. مقبول آمد دیگه نه رحمت الله جان؟ خب قیمت از این نگفتی رحمت الله جان. قیمت از این ثابت نباشه. 200 200 افغانی است. از تمام ازمی هایی که در کارچیت است 200 افغانی است قیمتش؟ یعنی فرق میکنه وطنی و کشورهای خارجی ترکیه ایرانی میداشه باشه یا قیمت و وطنی که از 50 رو میفته بوده چبلق ها کرد ارزان قیمت داره. رحمت الله جان، بیا بر ما عزیزی بگو که نزدیک عید قربان است، چطور از بازارا هست؟ آیا در چند مدتی کیمیایی روزانه تا شام کدام چی میکنی یا نه؟ چی میگه؟ دسلاف میکنی یا نه؟ بله خوب است. از چند وقت نزدیکی دست پرفروش زیاد داریم. ما توکل به خدا دیگه در روزا خوب بود. همش یک چیزه. درست است. تشکر، سلامت باشی رحمت الله جان. کسی که ما وقت دادیم رای ما
آمدیم میبینم که دوستای و هموطنای عزیز ما در این طرف سرک مصروف چیکارا هستن. با ما همراه باشین. اینجا یک برادر ما سرک اوپاشی میکنم. میام امروز مصاحبه میکنم. سلام، خوب هستی؟ سلام، خوب هستین. صحتمند و خیر هستین؟ تشکر، سلامت باشی. میشه خود بر ما معرفی کنی؟ بله، چرا نه. اسم من سعید نوید است. از نوی اول هستم. در اینجا کار میکنم، در رستوران خورشید. در رستوران خورشید کار میکنی؟ بله. فعلا مصرف آب دادن سرک هستی؟ این گلدانا را اینجا را آب میتیم بخاطر کمی گلکاری کشتیم اینجا. گلمان. کار خوب میکنی به نظرت؟ چرا نه، دیگه سرسبز باشه سا. اما کمک آب مصرف میکنی بخاطر که آب کم شده در این روزا در افغانستان؟ خب کم شده، خب بخاطر گلا را اینجا شاندیم آب میتیم که خوش نشوه. سلامت باشی. در مورد بازارا بگو، به خاطر که رستوران دارین چقدر مشتریتون میایه، از رستورانتون نان استفاده میکنه نمیکنه؟ والا بازارا خب پیش از قرنطینه خوب بود، دیگه ولی به خاطر این قرنطینه از اونقدر کاروبار نیست مزیش. سلامت باشی، تشکر. تشکر از خودتون. آهسته آمدم، دیدم که اینجا یک دانه کلچه فروشی است. به خاطر که عید قربان نزدیک است آمدم بفهمم نرخ و نوای کلچه چقدر شده، به خاطر که اگر دوستای ما نامزاددار باشه عیدی میبره. آمدم که قیمت کلچه را پرسان کنم و ازشان پرسان کنم که چطور از بازارا هست یا نه. سلام، خوب هستی؟ سلام خدمت شما و همکارا و بیننده محترم. تشکر، سلامت باشی. میشه خدا بر ما معرفی کنی؟ علیرضا هستم، یکی از به حساب کلچه فروش های شهر کابل. علیرضا جان، مدت چه وقت میشه در اینجا در دکان کلچه فروشی میکنی؟ دکان ما دیگه تقریبا بیشتر از دو دهه یا بیشتر از 20 سال بگویم دیگه تقریبا اینجا فعالیت داره و دیگه نمی کلچه است که مردم تقریبا خوش کرده نشه و یکی از عواملی که ما اینجا هستیم همی است که کیفیتی که کلچه ما داره دیگه دوستا یا البته مشتری ها خوش کردن و دیگه اینمیجا از برکت از واسیم ما. علیرضا جان، میشه در مورد قیمت های کلچه تان بر ما بگو که قیمت هایش فرق میکنه یا نه؟ چون میبینیم که در دکان تان غیر از کلچه چاکلیت هم هست، عسل هم هست، دیگه نقل هم هست، اینه سوانک هم هست، هر چیز هست. میشه در باره قیمت هایش بگو؟ البته ما در سالهای گذشته که بود البته نرخ مواد و مواد اولیه کمی ارزان بودن، دیگه در اون مدت 120 بود. ما کلچه را و کیک کیلو 120 میفروختیم. دیگه فعلا بر اساس از اینکه مواد بلند شده، آرد، روغن، گپا یا نرخاشون بالا رفته، دیگه ما هم مجبور شدیم قیمت کلچه را از 120 به 150 تبدیل کنیم. دیگه در پلوی از او دیگه چاکلیت هم هست، میوه خوش، گپا هم آوردیم و برای مشتری عرضه میکنیم. علیرضا جان، میشه در مورد از اینکه چند نوع کلچه در دکانتان است بر ما معرفی کنی، معلومات بدی برش؟ ما البته در اینجا بیشتر از 40 نوع یا گفته میتونم 45 نوع کلچه ما اینجا داریم. کریم رول است، ورقی است، سمبوسه هست، کلچه های بیسکویتی است، کلچه های نخوتی است، انواع کلچه است. کیک های مربادار جلی هستن، کیک های ساده موجود است. دیگه خوش کردن مشتری، خوش کردن دیگه، ما امور ادامه دادیم، جور کردن میریم امروزه. تشکر، سلامت باشه علی سینا جان. تشکر، سلامت باشین، خوشحال شدیم. تشکر از برنامه‌تون.
مریم کابل. من اینجا قرار دارم امروز یک برادر ما میخوام صحبت کنم، امروز پرسان میکنم که چطور است، عید قربان نزدیک است، چقدر دسلاف کده های بازارا است یا نه. سلام، خوب هستی؟ سلام علیکم. خوب هستم. خوب است، زنده باش. تشکر، سلامت باش. میشه خود بر ما معرفی کنی؟ بله، عبدالسلیم هستم، یک تن از دست فروشان لیسه مریم. سلیم جان، سلیم جان، مدت چقدر وقت میشه که در لیسه مریم دست فروش هستی؟ تقریبا 5-6 سال میشه. یک عمر از دیگه نام خدا 5-6 سال است. چطور است، از کار و بارتان راضی هستین یا نه؟ والا معدود، هم راضی هم نه. بازار باشه طبعا دکاندار خوش می باشه، راضی هم می باشه، و اگر نباشه دیگه مشکلات به خاطر از اینکه مو دست دار است هم اگه دیگه اگه کار شد آن دستش می چلا که نشد نمیشه دیگه. بیا بر ما بگو که در کراچی چی چیزا داری و قیمتایش چند است؟ کراچی والا همه چیز از اینجا پتلونای مختلف است، برجست است دیگه، چیزای زنانات زیاد است که نامش گرفته نمیشه دیگه. قیمتایش سابق خیلی کم بود، ارزان بود، حالا یک ذره قیمتا خیلی بلند هم رفته، مشکلات است زیاد، فروشاتش هم بسیار کم شده و مردم هم در مورد قیمتای سابق عادت کردن، ارزان خریده بودن و ارزان بود، حالا قیمتش که وقتی قیمتا میگیم برشان بیخی عصبانی میشن سر ما. درست است. بله، به خاطر که میبینیم که بیکاری است به می خاطر. خب قیمت از این پتونا که در کراچی است چند است؟ از زیاد دیگه فعلا 400 بگیم تا 300 سودا میکنیم. درست است. تشکر، سلامت باشی که امروی ما مصاحبه کردی. زنده باشی، سلامت باشی دوستان، خوش باشی. سلامت باشین، در کارتان برکت. همچنین سلامت. خب دوستان با ما باشین. بیرون شدم، این طرف آمدم سر سرک، یک برادر ما لباس مفروشه در اینجا، امروش مصاحبه میکنم، میبینم در مورد از میپرسم ازش که قرنطینه ما هست، چطور از بازارها هست، چقدر فروشات کرده یا نکرده، امروش معرفی میشم. سلام، خوب هستی؟ سلام، تشکر، سلامت باشین. میشه خدا بر ما معرفی کنیم؟ عبدالله صمیم هستم از ولایت غزنی، البته دست فروش دائم نیستم، برای چند روزی چون قرنطینه بود خواستم که لباس های خودم تخفیف بدم و دلسه مریم آمدیم که از استقبال خیلی گرم مردم برخوردار شدیم و خوشبختانه فروشات خوب دارم. سلامت باشین. دوستای عزیز، عبدالله جان گفت که ما لباس های خودم تخفیف دادیم به خاطر که در بازار لسی مریم آمده، لباس ها رو به تخفیف داد. از عبدالله جان پرسان میکنیم که چند تخفیف داده لباس های خودم؟ ما تقریبا 50% تخفیف دادیم که لباس های خودم مثلا قیمت های مثلا 200 یا 400 اینا بود، ما میتونیم قیمت های 800-900 فروش کنیم که هم اقتصاد، هم کمک به اقتصاد خانواده هاست و هم کار خود ما رونق پیدا کرده. ما مدتی بود که برای یک دو هفته خلاصه کمکاری داشتیم، ولی به مو خاطر خواستیم که کارهای خود چی کنیم، نید دست روی دست هم نمانیم. پیام ما برای مردمی است که در هر شرایط وقتی قرار میگیریم، مثلا کرونا است یا بیکاری است، اینا باید یک کاری متفاوت تر کنیم، مثلا کاری کنیم که نظر به همون شرایط مردم تقاضا داشته باشه و نیازی مردم وقتی شناسایی کنیم، میتونیم خیلی کارهای را اندازی کنیم و همین که بتونیم کار مردم را اندازی کنیم و یک سهولت برای مردم را اندازی کنیم، این میتونه هم درآمدزایی برای ما داشته باشه و هم کمکی برای مردم باشه. تشکر، سلامت باشیم. تشکر میکنم از عبدالله جان بخاطر که اجازه داد، وقت داد، امروی ما مصاحبه کرد. تشکر عبدالله. سلامت باشیم. تشکر از چینل شما. تشکر، سلامت باشیم. دوستای عزیز، من تو پیش میرم، شما با ما باشیم. Thank you.
هستین، صحت شما خوب بخیر. تشکر، سلامت باشی. میشه خودت معرفی کنی؟ سلام علیکم، احمد نومان فیضان هستم، یکی از فروشنده دکان می ترک استایل. نومان جان، میشه در مورد قیمت های لباستان بگوین در دکانتان بر ما؟ قیمت های لباس ها هر کدامش مختلف است. دیگه بلوز دامن است، بالاتن های دیزاین های است که دیزدوزی است، پتلون های دیزدوزی است، لباس های محفلی، پتلون، سرپتلونی، دیزاین های خاص است. دیگه هر کدامش نرخایش متفاوت است. نومان جان، قیمت ترین لباس در دکانتان کدام است؟ قیمت ترین لباس در دکان ما از این لباس های گند افغانی است که بالاتن های موردوزی است، کار دست است، پتلون های کار دست است که میا قیمتی ترینش است که هر کدام از یا ما از 2500 شروع داریم الا 10000 12000 افغانی که ما در اون لباس فرمایش گرفتیم. چطور از درباره ازی بر ما بگوین که عید قربان نزدیک است، آیا بازارها هست؟ نظر به سال گذشته چطور است، بازارها هست یا بخی به گفته عامیانه ما که پرچه است؟ والا در بازارها نسبتا در عموم به خاطر می کووید 19 هست و یکی هم قرنطین و وضعیت فعلی افغانستان، نسبتا بازارها نسبت به سال پیش عید قربان یا عید رمضان که هست نسبتا کاهش یافته بازارها در عموم. دوستان عزیز، تشکر میکنم از نومان جان به خاطر که اجازه داد از دکانش ویدیو گرفتیم و ثبت گرفتیم. تشکر بسیار عزیز. سلامت باشید. کراچی است که کباب سیار میفروشه. کباب البته در رستوران میدیدیم پخته میکرد، اما این بار ما دیدیم در سر کراچی در روی سرک پخته میکنه. مسئولش همراه ما است، امروش مصاحبه میکنم. سلام، خوب هستی؟ سلام علیکم، خوب هستی؟ ما خیلی شما خوب هستیم. تشکر، میشه خود معرفی کنین؟ با آرون هستم دیگه، همیشه کاروبار ما دیگه کراچی کباب فعال کردیم. آرون جان، چقدر وقت میشه کراچی رو فعال کردیم؟ یک سال میشه فعال کردیم. ما هم صداقت کباب است. صداقت کباب. در مورد می کبابای بگو قیمتاش چند است و چند نوع کباب دارین؟ کباب مرغ است، کباب جگر است، کباب شامی است. قیمتاش چند است؟ دوستان عزیز، نظر بر رستوران یا هتل ها آرون جان، قیمت های کباباش ارزان است. هر کس که دوست داره یا اشتیاج داره در بازار لیسی مریم بیای از آرون جان کباب بخره. تشکر، سلامت. گزارش امروزی ما که از بازار پر ازدحام لیسه مریم برایتان تقدیم کردم. پیش از اینکه من خداحافظی کنم، اگر انتقاد، نظریات دارین بر ما در کامنت بنویسین. ما به دودی در پذیرفتنی هستم. دوستان عزیز، یادتان نره هدیه میدیا را سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید با دوستایتان و اگر جایی که شما دوست دارین که اصلا اونجا برای گزارش جور کنه در کامنت بنویسین، من حتما میرم اونجا. تا برنامه بعدی یا تا گزارش بعدی، همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. هدیه میدیا را سابسکرایب کنید، فراموش نکنید. خداحافظ.